عقیده رجعت و یا بازگشت به دنیا پس از مرگ باوری است مخالف با نصوص قرآن کریم و عقل سلیم و برگرفته شده از عقاید یهودیان است که معتقد به رجعت هارون علیه السلام بودند و برای بار اول عبدالله ابن سبع یهودی این باور دروغین را مطرح نمود و بعداً غلات امامیه برای این عقیده فاسد روایاتی جعل نموده و به اهل بیت نسبت دادند. الله متعال یک قاعده کلی را بیان می کند و او این که مردگان هیچگاه به دنیا باز نمی گردند. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ آیا نیندیشیده اند که پیش از آنان چه بسیار نسلها نابود کرده ایم؟ که آنان به سوگشان باز نمی گردن. در نهج البلاغه نامه 31 آمده که امام علی رضی الله عنه در وصیتش به امام حسن رضی الله عنه فرمودند: فلیس بعد الموت مستعتب ولا الى الدنيا منصرف، و بعد از مرگ راهی برای برگشت به سوی دنیا نیست. و عقیده رجعت مستلزم حرکت قهقرایی و برخلاف سنت الهی و خارج از جریان نظام عالم طبیعت می باشد، همان گونه که برگشتن انسان به مراحل اولیه خلقت است برخلاف سنن و قوانین تغییر ناپذیر الهی است. اما آخوندهای رافضی برای اثبات این باور خرافی خیش، علاوه بر اینکه احادیث جعل نموده به ائمه علیه السلام نسبت داده اند، دست به تلبیس زده آیات قرآنی را هم به میل خیش تفسیر نموده اند. به کلیپ آخوند غزوینی توجه نمایید. رجعت و تلبیس آخوند قزوینی. خب حاضر باید بسید رجعت جناب آقای احمدی و با رجعت اینا برادر بزرگوان، شما به خود قرآن مراجعه بفرمایید. سوره نمل آیه 83: و یوم نحشر من کل امت فوجا، ما از هر امتی یک دسته ای را محشور می کنیم، حشر می کنیم، زنده می کنیم. ممن یکذب بآیاتنا، من کل امت فوجا، از هر امتی یک دسته. خب این چی میخواد بگه؟ این غیر از رجعته یا نه مال قیامته؟ قیامت که در قیامت که و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، ما تمام جمعیت رو برای شما عرض کنم میاریم دیگه، اونجا برای شما عرض کنم معنا نداره بر این که ما بیان بگیم یک دسته بخوان بیان. این خودش برای شما عرض کنم کاملا روشن هست. و این که برای شما عرض کنم در خود روایات آقایان اهل سنت با سندهای صحیح برای شما عرض کنم آوردن و وهبنا له اهله و مثله معهم و مثلهم معهم رحمتا منا و ذکرا لأولی الالباب، سوره صاد آیه 43. خب این هم مشخص است بر این که خدای عالم اولاد حضرت ایوب را بعد از این که از دنیا رفته بودن برگرداند، که خود جناب سیوطی در تفسیر جلالینشون صفحه 603 به صراحت میگه: احیا الله له من مات من اولاده و رزقه مثلهم رزقه مثلهم، خدای عالم تمام فرزندان حضرت ایوب را زنده کرد. و مثلا حالا درست دقیقا تو ذهنم نیست، 12 تا بودن، 24 تا، یعنی هم 12 تا را زنده کرد و هم این که 12 تای دیگر هم داد. آقایان تفسیر جلالین صفحه 603 را مراجعه بفرمایند. جناب آقای بغوی برای شما عرض کنم در تفسیرشون به صراحت میگه: ان الله رد علی المرأه شبابها فولدت له 26 ذکرن. خدای عالم برای شما عرض کنم به حضرت ایوب برای شما عرض کنم فرزندانی داد که او 26 تا پسر برای او به دنیا آورد. همین رو جناب آقای ابن ابی حاتم که ابن تیمیه میگه، تفسیرش از تفاسیر
معتبر هست. خلاصه در جلد هفتم صفحه برای شما 178 و 179 ایشون در جلد 10 صفحه 3245 به صراحت همین قضیه. جناب آخوند، آیات 83 سوره نمل را کاملا تلاوت کنید تا برای شما از سیاق و سباق آیات روشن گردد که مراد از حشر در این آیه حشر خاص است. و اما آیه 47 سوره کهف حشر عام را بیان می کند. پس در قیامت دو نوع حشر وجود دارد، یکی خاص و دیگری عام. الله متعال می فرماید و یوم نحشر من کل امت فوجا من یکذب بآیاتنا فهم یوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. و روزی که از هر امتی گروهی از آنان را گرد می آوریم که آیات ما را تکذیب می کردند، پس آنان نگاه داشته می شوند تا به یک دیگر ملحق گردند، تا هنگامی که می آیند الله می فرماید آیا آیات مرا تکذیب کردید در حالی که از آن به طور کامل آگاهی نداشتید و در مدت حیات خود چه می کردید و به سبب ستمی که کردند فرمان عذاب بر آنان تحقق یافت، پس آنان نمی توانند سخن بگویند. از سیاق آیات هویداست که این حشر در روز قیامت است، چون محل حسابرسی کفار قیامت است و در دنیا در بین الله متعال و کفار هیچ گفتگویی نخواهد بود. و آیات دیگری هم این مطلب را تأیید می کند، چنان که الله متعال می فرماید احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسئولون. ستمکاران را همراه با همکیشانشان و با آنچه می پرستیده اند برانگیزید، غیر از الله هرچه را پرستش می کرده اند. آنگاه آنان را به راه دوزخ رهنمون شوید و آنان را نگاه دارید که باید پرسجو شوند. و آنچه الله متعال درباره ایوب علیه السلام می فرماید معجزه ایوب علیه السلام بود، همانگونه که عیسی علیه السلام به اذن الله مردگان را زنده می کرد و همان گونه که عزیر علیه السلام بعد از وفات زنده شد. و قیاس دیگر موجودات بر این معجزه های الهی برخلاف حکم کلی آیاتی است که ذکر گردید. اما این آخوند بیشر و بیحیا در اثبات اعتقادات باطل خود از هیچ تلبیس و خیانتی دریغ نمی کند. به این سخنان وی توجه نمایید. جناب آقای بغوی برای شما عرض کنم در تفسیرشون به صراحت میگه ان الله رد علی المرأه شبابها فولدت له 26 ذکرن. خدا یا عالم برای شما عرض کنم به حضرت ایوب برای شما عرض کنم فرزندانی داد که او 26 تا پسر برای او به دنیا آورد. همین رو جناب آقای ابن ابی حاتم که ابن تیمیه میگه تفسیرش از تفاسیر معتبر هست، خلاصه در جلد هفتم صفحه برای شما 178 و 179 ایشون در جلد 10 صفحه 3245 به صراحت همین قضیه. جناب آخوند، این مطلب چه ربطی به رجعت دارد که این گونه با آب و تاب بیان می کنید و روایت را هم اشتباه ترجمه می نمایید؟ ترجمه صحیح این است: الله متعال به همسر ایوب علیه السلام جوانیش را برگردان و ایشان برای حضرت ایوب 26 فرزند پسر به دنیا آورد.
آه